به نام خدا، سلام عرض می کنم. من مهدی برادپور، مدیر بازرگانی شرکت تبکو، خوشحالم که میتونم سامانه کارت پارک الکترونیک رو به شما معرفی کنم. این سامانه در سال 1388 به عنوان یک اختراع ثبت شده و دارای تاییدیه از شورای عالی ترافیک وزارت کشوره. الان که در خدمت شما هستم، در شهرهای یزد، سنندج، قزوین، سیرجان، سبزوار، شهربابک، بانه در حال ارائه خدمت هستیم. میبینید شهرهای کوچک و بزرگ در این مجموعه قرار گرفتند. مهمترین ویژگی ما در عدم حضور مستقیم و عدم اجرای کار در یک شهره، ما صرفاً خدمات فنی و تجهیزات رو به شما ارائه میکنیم و شما در ارائه خدمت و انتخاب پیمانکار به مردمتون آزادانه عمل خواهید کرد. بهترین راه برای معرفی این سیستم اجرای اون هست به صورت ساده برای شما. وقتی که راننده خودرو مراجعه میکنه و پارک میکنه خودروش رو، باید برای اولین بار یک کارت پارک الکترونیک رو خریداری کنه. داخل این کارت پارک حافظه‌ای وجود داره که رقم ریالی شارژ موجود در اون مشخص میکنه که قیمت کارت چقدر خواهد بود. راننده با خرید این کارت پارک، لفافی رو که روی اون وجود داره رو میکنه و کارت پارک رو از داخل خودرو پشت شیشه خودرو نصب میکنه. در زمانهای بعدی پارکبان با مراجعه خودش با کمک این دستگاه از روی کارت پارک پول برداشت میکنه و در حافظه کارت پارک زمان مشخص شده توسط شهرداری رو ثبت میکنه. به عنوان مثال این زمان میتونه نیم ساعت یا یک ساعت باشه. خدمت شما عرض کنم بعد از این پارکبان در دوره‌های زمانی مشخص شده باید مراجعه بکنه و نسبت به برداشت وجه مورد نظر اقدام کنه. چنانچه پارکبان قبل از انقضای زمان قبلی مراجعه بکنه، در دستگاه با جمله زمان دارد مواجه خواهد شد. این موضوع برای همه پارکبان‌های دیگه هم صادقه. پس بنابراین یک پارکبان و همکاران دیگرش امکان کسر وجه رو نخواهند داشت. همینجا اگر دقت بکنید چند تا مشکل رو حل کردیم. نیاز به پول خورد نداریم. مکالمه پارکبان و راننده برای تعیین مدت زمان پارک از بین رفت. پارکبان باید برای به دست آوردن پول در گشت‌های دوره خودش حتما دستگاه رو به شیشه خودرو نزدیک کنه. پس حضور پارکبان در کنار خودروها قطعی شده. و نکته آخر اینکه کاغذ از میان رفت و پول از دور خارج شد. خب روال کار پیمانکار با شهرداری چگونه است؟ در حال حاضر پیمانکار مستأجر و شهرداری موجره. یک رقم ثابتی رو با هم کنار میان و شهرداری همیشه با پیمانکار برای گرفتن این رقم اجاره مشکل داره. دو حالت برای ما متصوره. شهرداری با پیمانکار مشارکت میکنه برای اجرا در سیستم کارت پارک الکترونیک یا همان رویه قبلی برقراره. اما در هر دو حالت پیمانکار وقتی که مراجعه میکنه به شهرداری و برای گرفتن مجوز شارژ کارت ها از شهرداری مساعدت میخواد، شهرداری به راحتی میتونه نسبت به تسویه حساب وضعیت پیمانکار اقدام بکنه. پیمانکار بعد از گرفتن مجوز شارژ مراجعه میکنه و نسبت به شارژ کارت پارک ها مطابق مجوز اقدام خواهد کرد. و نکته بسیار مهم اینه، رقم شارژ، زمان انقضا و همه موارد از طریق شهرداری تعیین تکلیف میشه. امیدوارم توضیحاتی که عرض کردم خدمتون برای مشخص کردن ویژگی های سامانه کارت پارک الکترونیک کافی بوده باشه.
اگر سوالی دارید، من مهدی برات‌پور با شماره های 021-44-82-74-67-8 و 0919-126-11-79 در کنار شما خواهم بود. خوشحالم با ما تماس بگیرید و خوشحالتر خواهم شد که بتونم سامانه کارت پارک الکترونیک رو در شهر شما راه اندازی کنم. با امید دیدار، خدا نگهدار.